چند مطلبی رو اینجا خدمت شما عزیزان بیان میکنیم. اگر خواستن قاری صاحب محترم احمد شکیب یا عبدالکبیر به اصطلاح جعلی جواب بدن، اولا نظرتان در مورد کسی که ام المؤمنین عایشه را متهم به زنا بکند، متهم به نفاق بکند، متهم به کفر بکند، متهم به فسق بکند چیست؟ کافر است یا مسلمان؟ شما که دیگه قرآن رو خواندید و میفهمید، آیات سوره نور در براءت ام المؤمنین از زنا، فسق، فجور و گناه نازل شده. در این که هیچ مسلمان اهل سنتی شک نداره. نظر شما در مورد علمای شیعه، مفسرینتان، محدثینتان که بلا استثناء حضرت عایشه رو متهم میکنن به این امور چیست؟ بیت سری آشکار بگید. بگید لعنت خدا و ملائکه و جن و انس بر کسی که همین تهمت ها رو به حضرت عایشه بزنه. و بگید که کسی که تهمت زنا و تهمت فسق و فجور و نفاق و کفر به ام المؤمنین بزنه، این کافر است، مرتد است، مسلمان نیست. بیت بگید. الان دیگه وقتی است که حقیقتتان رو آشکار بکنید. اهل سنت دیگه شما رو شناختن که شما سنی نیستید، چی هستید؟ یک آدم جعلکار، یک آدم دروغگو، اسناد و مدارک هم از دانشگاه ازهر ندارید. نظرتان در مورد کسی که میگه که ام المؤمنین، خمینی که میگه ام المؤمنین عایشه و طلحه و زبیر نجستر از سگها و خوک‌ها، که نظرتان در مورد خمینی چی است؟ آیا خمینی کافر است یا مسلمان است؟ نظرتان در مورد کسی که میگه صحابه کافر هستن، منافق هستن، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، روایت است که همه شیعه قبولش دارن که بعد از پیامبر همه کافر شدن، مرتد شدن، غیر از 3 نفر، مقداد و ابوذر و سلمان، غیر از این 3 نفر همه کافر و مرتد شدن. این عقیده همه علمای شیعه است. بیاید بگید که کسی که این حرفو میزنه خودش کافر و مرتد است، چون تکفیر امت اسلامی که دیگه کار ساده ای نیست. قاری صاحب محترم، شما میگید ما همه مسلمانیم، مردم افغانستان شیعه و سنی نداره، ما طرفدار بعد هستیم. اگر یک سنی منکر ولایت باشه، منکر ولایت ائمه 12 باشه، آیا این انسان مؤمن و بهشتی هست اگر متقی و پرهیزگار باشه یا نیست؟ سنی که منکر ائمه 12 باشه بهشتی هست، مؤمن هست یا نیست؟ با من زبانبازی و خلاصه فریبکاری نکنید، بگین حالا مسلمان هست اما بله ما مسلمان میگیم، همه ما مسلمانیم. نه، مؤمن هست یا نیست، دقیق، لفظ دقیق. نظرتان در مورد کسی که بگه قرآن تحریف شده چیست؟ آیا کافر میشه یا نمیشه؟ کسی که بگه قرآن تحریف شده است کافر است یا مسلمان؟ این رو هم مرد مردانه بیاید بگید. کسی که بگه قرآن یک لفظ کم شده، یک لفظ زیاد شده، یک آیه کم شده، یک آیه اضافه شده، آیا این شخص مسلمان هست یا نیست؟ مؤمن هست یا نیست؟ من میگم هر کسی که بگه یک آیه از قرآن کم شده یا زیاد شده کافر است، مرتد است، جاویدان در آتش جهنم است. بیاید شما هم همین حرف رو بزنید. اگر واقعا شما میگید که ما همه مؤمنیم و برادریم و مسلمانیم و وحدت و این چیزا، چون قرآن ما رو شما مجمع قرآنی دارید، اهل سنت و شیعه رو جمع کردید، قرآن یاد میدید، میگید که محور قرآن باید باشه، قرآن محوری است و قرآن باید ما رو به هم دیگه به اصطلاح محبت و برادری رو بین ما زیاد بکنه. پس بیاید در مورد قرآن هم این حرف رو بزنید. به نظر شما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مؤمن است یا کافر؟ بیاید صریح همین رو بگید، مؤمن است یا کافر؟ این سوالات، این امتحان است که مردم شما رو بشناسن. دیگه شهادت نامه‌تون از دانشگاه ازهر که فارغ شدید نشان بدید به مردم. شهادت نامه‌ای که از دانشگاه ازهر گرفتید رو نشان بدید به مردم. از کدام دانشکده، در کدام سال فارغ شدید؟